ای جوان اندیشهت نیرنگ باید بشکند، از نگاهی چشم تیزت سنگ باید بشکند، اتحاد دستهایت با نداه آهنی حلقه نفرین نمای جل باید بشکند. به نام یاد خدا و بر سلام خدمتتان وطندار عزیز، امیدوار هستم که در هر گوشه کنار دنیا هستین کاملا جور و صحت سر حال باشین. قسم ببینین امروز خوشبختانه مهماندار هستیم. برنامه با همی است. احمد فرید امینی را داریم از ولایت بدخشان، مسئول است در دانشگاه فاریاب. همچنان عرفان الله کوهستانی را از ولایت کاپیسا داریم، مسئول هستند در دانشگاه فاریاب. خوش آمدید مهمانان عزیز. احمد جان، فرید خوش آمدید برادر. قربان و سلامت. عرفان الله عزیز خوش آمدید برادر. بسیار خوب. احمد فرید جان، سمیستر 4 تا نوز دیگه بله. البته در دانشگاه فاریاب چگونه درس ها پیش میره؟ از لیلیه برای ما قصه کنین، از درس ها قصه کنین برای ما. تا وقت سلام و عرض ادب خدمت تمام بینندگان عزیز و شما مجری برنامه. قربان تا دیگه درس ها سمیستر اول وقت زمان حکومت جمهوریت واقعیت خوب بود، استادان خوب بودن، دیگه شاگردان درس میخوندن، اما با سقوط حکومت ما دیگه یک ذره یک سلسله مشکلات آمد، دیگه هم تحولات در همه اقشار آمد، بخصوص در قشر محصل خیلی تاثیرگذار بود و این باعث شد که یک سلسله ما درس هم پس بود عقب بمانیم و دیگری که درس ها واقعیت با او مزه و لذت خاصی که در او وقت داشت ولی نداره. اما سابق جوان ها البته در او وقت شوق علاقه بیشتر داشتن با درس، این از نظر خود تال شوق علاقه نیست؟ شوق و علاقه است، اما با اون منوالی که پیش بودم مالی متاسفانه یک کم کم رنگ تر شده. کم رنگ تر؟ درس های خودت چگونه پیش میره؟ خودت چگونه درس ها را پیش میبری؟ خدا را شکر است طبق همون معمول از دو دوران خب درس میخوند یا دی دوران؟ واقعا تو دو دوران خیلی درس خوب بود. دی دوران درس نمیخوند؟ یک کمی ضعیف شد. دلیلش چی هست؟ دلیلش واقعا میبینیم جوانای ما ماستری دارن، دکترا دارن، اما میبینیم بی وظیفه و کسایی را میبینیم دیگه هیچ مکتب هم نخوندن، اما میبینیم در وظیفه بلند بلند وظیفه میگیرن و این باعث از این میشه که کسایی که محصول اصلا دیگه روی از یا بشکنه و یا زیر تاثیر قرار بگیره، بنابراین واقعا ما میبینیم میگیم خیلی کسایی خوندن چی شدن ما بخوانیم، اما این باعث از این نمیشه که ما دست از تحصیل تعلیم و تحصیل بکشیم، باید ما به تحصیل خود ادامه بدیم، چون افغانستان کشوری است که به قشر محصول و قشر جوان نیازی مبرم داره و یکانه قشری که وطن همی سوزه همی جوان است. ما باید کوشش تلاش خدا بکنم انشالله با امید پیروزی ها. عرفان عزیز، چگونه روزا سپری میشه؟ البته در لیلیه دولتی زندگی میکنی، از لیلیه برای ما قصه کو، برای دوستا قصه کو، ببینیم که چگونه پیش میرین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت خودت و دوست عزیز ما. هم دیگه در لیلیه زندگی میکنیم، حدود 400 نفر محصلین در اینجا زندگی میکنند. دیگه ما در متاق زندگی میکنیم، 12 نفر میباشیم. دیگه در حدود 3 نفر هم همسین فهم میباشه که دمو 5 2 نفرش از دیگه 15 از دیگه 15 دیگه درس ها جریان داره، درس ها بسیار خوب است. دیگه همسین فیا هستند که همکاری که دیگه درس ها را ادامه میدیم. دیگه حال امتحان هاست، دیگه یک کم سختی هست سر ما که امتحان هاست. امتحان ها چگونه پیش میره؟ امتحان ها خوب پیش میره دیگه، درس ها را میخوانیم خوب و فوق العاده. استاد ها که اختار رو میده که در جمله شهید ها هستین؟ استاد ها که اختار میده، اما دیگه ما درس هم میخوانیم، ما درس خدا با مبارزه خود ادامه میتیم، مبارزه خود ادامه میتیم. دیگه خوب هست میگذره دیگه. بسیار خوب. از نگاه غذا میشه؟ از نگاه غذا دیگه مو غذای لیلی خوب است میگن دیگه. خوب پس ما هم درس ها رو میخوانیم. مقصد برای شما خوب است، خوب یا بد سپری میشه دیگه زندگی. اما ما مصروف درس هستیم، یک نار میخوریم، مصروف درس خوندن هستیم که امتحان هست، یک کمی ثقیل است. نه امتحان ها دقیقا رفت و آمد لیلیه خوب آزارت نمیتیه؟ نه نه، همیشه در بایسکل میریم؟ نه، امون تو همراه پای میرم. چی میگی همراه پای رفت آمد میکنی؟ رفت آمد یک کمی ورزش هم شوه. نه مگر فون یک کمی درس هم روزا یک کمی مقبول هم شیده یا ورزش زامن سلامتی قربانت سلامت باشی. احمد فرید عزیز، البته می سمستر جدید که شروع شد سال 1401 همی سمستر خزانی را امتحان دادیم، درست است؟ یعنی از سمستر خزانی تا به حال خانه سفر کردی، بدخشان رفتی؟ ما بعد از عید رمضان، بعد از عید رمضان ما تا به حال خانه نرفتیم، تقریبا 6 ماه میشه. خانه ما خب اصل از بدخشان هستیم دیگه، فعلا تقریبا 6 سال میشه که در کابل زندگی میکنیم، در دارالامان. بسیار خوب.
دارلمان در یک قسمت دارلمان هم قومای بدخشان زیاد است، البته اوجا را ریشخور یاد میکنن، اما طرف طرف گلباخ که میروی ولد هستم، ماشاءالله خیلی زیاد است اوجا قومای بدخشان. قربانت ای چگونه سپری میشه روزا در فاریاب؟ بازی مسافرتی سختی خود خیلی سخت است، البته خود من هم مسافر هستم دوستا، من همیشه گفتم یادآوری شدم، ما در حدود یک نیم ماه دو ماه سه ماه یک بار سفر و خانه میکنم، البته اگه خانه نروم یا کابل یا ایجاد سفر خوب است. چگونه تیر میشه روزای دخو نوردی؟ نه واقعیت شبه بگویم دیگه، ما تقریبا در این تحولات یک شش ماه ایران بودیم، ما که به ایران مقایسه بکنیم اصلا این مسافرت های هیچ برای ما دیگه چی نداره، تاثیر عادی شده برای عادی شده برای ما دیگه، هرچی نباشه وطن خود آدم هست، احساس راحتی میگیریم دیگه. خدا مردم فاریاب هم نام خدا بسیار مردمی با اخلاق، بسیار مردم مهمان نواز هستن و دیگه هر دوست رفیقی که هستن میبینه ما را دیگه دعوت میکنه خانه، میریم میشینیم دیگه، دستان هم رفتاری خوب دارن با ما، این باعث شده که ما تق نیاریم. بسیار خب، مجبور هستی دیگه که دو قم بیاری، یعنی وظیفه ته است دو قم نبیاری، مجبور هستی که پیش بری دیگه، دنیا باشی مکلف است آدم دیگه با مدرسه. دقیقا همی حالت است. عرفان عزیز جان، مدت چهار سمیستر میشه در فاریاب هستی، بله، یک خاطره ته برای دوستایات که ببینیم که از فاریاب خودت چی خاطره داری؟ البته از شهر میمنه، به ولسوالی ها سفر نکدی؟ نه، از شهر میمنه یک خاطره ته. از شهر میمنه دیگه بسیار خاطره تو خوب است دیگه، بسیار یک مردم مهمان نواز است دیگه، همسین شهر ما بسیار بچه های خوبی هست، همین مردمش هم بسیار یک مردم خوب است دیگه، همین امروی همسینی شد دوست صمیم شده ایم دیگه، همین هر قسم کنیم به گفته خودت دیگه که دقام بیاریم، اما اینجا مجبور هستیم که سپری کنیم دیگه، خوب مردم خوب است دیگه، همونطور روابط متقابل دارن دیگه، همونطور زندگی پیش میره دیگه، ببینیم که چی میشه تا کسی مستر بخیر خلاص شود که به یک بار به خانه سفرم کنی. تصمیم داری بخیر؟ بله، یا رخصتی شو یک تصمیم خط میمی رخصتی میگن که دوباره شروع میشه در سا اگر شروع هم شو یک رخصتی یک روزه دروزه امکان نداره دیگه، باید بری صد. چی توفه میاری برای ما از کوهستان؟ چی میخوای که برای توفه بیارم؟ نه قربان تو دیگه، هرچی که از دوست آید میگه نیکوز برگ صف توفه درویش کمی شما و کلان ما، البته هر جا مثل قسمی که بدخشان یا دیگه ولایت ها هم جوار ازا مثلا مردم از چیزها استفاده میکنن، تو چهارمغز توفه دیگه می توفه های بیدر همی تو خورد و ریزه نمی تو یک چیزا این تو چهارمغز برات میارم دیگه. قربالت، لطف داره، ممنونتان دوستو عزیز، قسم ببینین بعد از یک وقفه کوتاه زود برمیگردیم در ادامه برنامه با ما باش. مژده مژده مژده، این دنیای ماست، یک دنیای هوشمند با فضای تکنولوژی هوشمند. آیا از خدمات اینترنت ضعیف خسته شدید؟ پس با یارقین میرزاد بپیوندید. شرکت خدمات الکترونیکی و اینترنتی یارقین میرزاد با ایجاد بیشتر از 10 نمایندگی در نقاط مختلف صفحات شمال کشور، پرسرعت ترین و با کیفیت ترین اینترنت را به مشترکین خیش عرضه می دارد و هم فرق نمی کند چه نوع کسب و کار دارید. دوائر دولتی، ساحات تجارتی، دفاتر خارجی و داخلی و منازل رهایشی، هر جایی که باشید فقط کافی است با یک تماس تلفنی به اینترنت رویاییتان دست یابید و همچنان این شرکت در عرصه فروش و خدمات نصب با کیفیت ترین کمره های امنیتی در صفحات شمال کشور با تیم تکنیکی مجرب سیار همیشه در خدمت همشهریان عزیز خیش می باشد. شماره تماس 0782 78 5000، آدرس شهر شبرغان بندر آقچه روبروی بانک ملی افغان. ارتباط برتر، سهولت بهتر. ادامه برنامه با همی است، بازم خوش آمدید بینده عزیز، قسم میبینید میریم به طرف فرید جان. فرید عزیز، یک خاطره شیرین داری، تلخ داری، از بدخشان داری، از کابل داری، از میمنه داری، برای دوستا قصه کن. والله خاطره یکی از خاطرام همی است که اولین روزی که دیگه ما در دانشگاه فاریاب راه پیدا کردیم، دانشکده حقوق و علوم سیاسی راه پیدا کردیم، ما ساعت تقریبا 5 نیم بود از کابل حرکت کردیم، 9 بجه همینجا سرپل تاشیدیم، 9 صبح سرپل فاریاب تاشیدیم. بسیار خوب دیگه، باز از بس که راه ما خسته کرده بود با برادرم زنگ زدم گفتم مایلا کردم میایم، گفت چی شده؟ ما نوراش بسیار دور است،
گفت نه برو بچه دقصه گپو نشد تو برو درس ده بخون. گفت آلی سعیس خسته شده روی دور سفر نکنه. ما جای بیادرت میبودم میگفتم دیگه از این روز بعد دکامیار سفر کو با تیاره خواه خدا را این روز چون از هم مشکلات بود گفتم چون روی دور سفر نکرده بودیم دیگه همینجا که هم رو بسیار دور واقعیت از مزار به این طرف خیلی داشتی از دقیقاً خیلی خسته کن از امی خودی من که سفر میکنم میرم به خانه پس میایم یا به کابل میرم دوباره میایم اینجا دیگر آقا مرا خسته نمیکنه از جوزجان تا اینجا خیلی زیاد خسته میکنه خب بازم بود یک زنگ زدم گفتم من میایم گفت بد کردی اول انتخاب کردی میدیدی که وطن اونجا دور است چرا پروان کاپیسا انتخاب نگیر من خود چون نمره کم میگیرم واسه خاطر گفت برو بچه چند نفرای نالایق که هستم جای دور دور میره این بود یکی از خاطرهای من خب سار خب تو یکی از نالایق ها خودت هستی دیگه در لیست خب مطابق همون گفتهای برادر ها عرفان عزیز در این شبانه روز چقدر درس میخونی خودت؟ امتحان خواه هست دیگه درس چقدر میخونی خودت؟ درس دیگه تا ساعت 12:30 بجه درس میخونم 12:30 بجه شب؟ بله از چی وقت آغاز میکنی درس؟ از ساعت دانشگاه که میرم یک 2 بجه میری دیگه تا 12 شب درس میخونی؟ بله تا 2 بجه شب درس میخونم بعد از اون میخوابم دیگه بعد خوابیدم تا ساعت 5:30 بجه تا 5:30 بجه میخوابم تلفن من زنگ میمانم همین که زنگ داد بیدار میشم میرم یک گوزی نماز میکنم باز به درس شروع میکنم بسیار خوب احمد فرید عزیز چه آرزو داری یک آرزوی تا برای ما میشه بگویی خب آرزوی همه مردم افغانستان به خصوص مردم مجاهد و مردم با شهامت بدخشان و یکیش خودم همی است که روزی شوه ما این کشور یعنی افغانستان را به حالت ببینم که هیچ یک از هموطنهای ما مهاجر نشوند به کشور خارج و غریبکار نشوند به کشور خارج مزدورکار نباشند و ما در این آرزو هستم روزی شوه که ما کشور را بسازیم و از کشورهای دیگر در کشور ما بیان غریبکاری بکنن و برای ما مزدوری بکنن آمین انشاءالله که به روز میرسیم انشاءالله در راه از رسیدنی هستیم میرسیم بخیر کشور رو به ترقی است نقل زیاد میزنی به نظر در دانشگاه خو نقل استفاده میکنی درست هست یا نه؟ بله یکم نقل خو میکنی من چشمم خوردم یا دیدم دست نشان بده دیگه یکم همو جایی که لطیف بگی دست عزیز دوست یکم چی میگه؟ ای تو بگی دست دوست عزیز میبینین مسئله نقل که میزنه استفاده میکنه همیشه استفاده میکنی نقل؟ گیر آمدی؟ نه یکم همو جایی که بسیار چی میگن جای مهم است کمی تو از یاد آدم میگن کارآمد امروز بله یعنی کم کارآمد خود دیگه در کجای تن بازی که باشه اما سوالات از اینم یاد بسیار خوب واقعیت دیگه در کجای نوشته کردی دیگه دوی کل کم نوشته کردی خب دوی کل کار مخفی است دیگه مخفی است مقصد همین جا است این دلیل نقل زدن چرا تو خب در یک شاگرد لایق هستی درس خب میخوان اما در امتحان که میرم از یادت میره؟ از یادم میره همینجا که بود میفهم که می دوباره در ذهنم دوباره در ذهنم استاد نامد که صحیح کنه دست تا که نقل نه دیگه من تو در یک قسم نوشته میکنم که استاد نفهمه دیگه نه بازی رو ببینه خب پارچه من میگره خب دیگه باز هم دیگه مهارت خودت هست دیگه چگونه به در استفاده کنی که تو نمی هست جوابا نیست پارچه تا میگره دیگه باز امروز تمام سوالا رو حل کردی امروز تمام سوالا رو حل کردم خب یعنی چی فکر میکنی که چند نمره خودت میگیری؟ تقریبا 95 نمره میگیرم. مطمئن هستی؟ مطمئن هستم. فکر نکنم 15 شما. یک تقریبا 4 سوال 4 جواب این بسیار هم تو جزئی آورده همیا ما. شکی شدی سرش. شکی شدم دیگه. او هم یک نمره 4 نمره. 4 نمره. یک جزء هم از سوال جواب کوتاه مون. دیگه ببینیم که چند نمره میده دیگه اگر نه تا مجبور پارچه بکشم سرش مجبور هستی 3 روز حق داری که پارچه بکشی البته استاذا هم مورا گفت در غیر از او دیگه حق نداری بسیار زیاد تشکر احمد فرجان عزیز در آخر از خودت یک شعر میداشته باشیم در آخر من یک شعر بسیار کوتاه میگم اما پر مفهوم بسیار خوب ما میشنویم یک شعر یک بچه ایرانی در تیک تاک گفته بود از دست عزیزان چی بگویم گله ای نیست گر هم گله ای هست دیگر حوصله ای نیست هر چی هست در این وطن از دست خود ماست خود ما را به این حال رسوندیم دقیقا ببین ما در کجا قرار داشتیم چی بودیم و چی شدیم بناهن بازم از هموطنهای عزیزم خواهش میکنم بناهن از مجاهدین عزیز خواهش میکنم بیاین کنار هم بشینیم در میز صلح با هم کنار بیاییم وطن را جور بکنیم و دیگر یک خواستم از حکومت امارت اسلامی همی است که دخترها را بگذاره به مکتب بروند چون دخترها نیمی از قشر جامعه را تشکیل میتن و جامعه ای که در او
دیگه زن نباشد اهمیت نداشته باشه، او جامعه جامعه نیست و رو بر رکود میره. دقیقاً، تشکر زیاد. عرفان عزیز در آخر از خودت می داشته باشه چیزی گفتنی داشته باشین کامرا در خدمت تام. تشکر از خودت، تشکر از سلامت دوست عزیز ما دیگه، تشکر از برنامه تان. قربانت بدن، خوش اومدی، خوش باشی، سلامت، بخیر باشی. دوستای عزیز و نهایت گرامی، ما رسیدیم به ختم برنامه. ما منتظر پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم. شما اگر دوست دارید که در برنامه با همی با ما اشتراک کنین، میتونین در واتساپ ما پیام بگذارید، ما در خدمت شما هستیم. این بود برنامه امروز ما، تا برنامه بعد شما رو به الله یکتا و به همتا میسپارم. روز خوب و خوشی داشته باشین.